شاعرم هم همین کارو میکنه وقتی که وزن در نظر میگیره یا مثلا در خیلی ادبیات کلاسیک در اشعار حافظ شما نگاه بکنید خود کلمات صدا دارن شین و سین و خه و چجوری تکرار شده در فردوسی خیلی زیاده و اینا به عنوان سازهای شعرن مثل که سازهایی هستن که وقتی به صدا در میان رنگاشون فرق شما در قافیه ها و در ردیف های این شعرها نگاه بکنید این ارکستراسیون شعرها مشخصه اینا اینا این صداهایی هن که در شعر شما اگر کسی که زبان فارسی بلد نباشه اینا رو میشنوه فکر کنید که این واژه ها رو دارید این صداها رو دارید حالا باهاش میخواید آهنگ بسازید پس اینا رو شما مثل یه معمار متریال دارید آنجور که میخواید میسازید ولی یک نمای کلی داره همه موتیوا باید کار بکنن که شما اون نمای کلی رو ببینید شما میتونید برید در فرش ایرانی ببینید